امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل همراه ما هستند. جناب شمس، به عنوان یک حقوقدان برای ما تشریح کنید که مکانیزم حقوقی تروریستی خواندن سپاه پاسداران توسط دولت بریتانیا چیست که به رغم تمامی این در واقع گمان زنی هایی که در این مورد میشد تا به حال چنین اقدامی صورت نگرفته. درود بر شما. فرایند تروریستی خواندن سپاه پاسداران نیازمند چند پیش‌زمینه است که همه اونها به لحاظ حقوقی مهیا هستند. طبق در واقع قوانین مشخصی که در بریتانیا هست، از جمله کانتر تروریست اکت، هر دولت یا هر در واقع نهاد دولتی که مستقیما از تروریسم حمایت مالی بکنه، حمایت حتی معنوی بکنه یا حمایت لوجستیکی بکنه، میتونه در واقع در لیست تروریستی قرار بگیره. اما اینکه بریتانیا تا به این لحظه هنوز اقدامی در این زمینه نکرده به چند دلیل برمیگرده. اولینش این هستش که دولت بریتانیا بسیار در واقع بیمیل هست نسبت به اینکه یک نهاد نظامی رو که متعلق به یک دولت هست در لیست قرار بده، چون این در واقع یک معتقدن، در واقع مخالفان این موضوع معتقدن که این یک سبقه ایجاد میکنه برای اینکه بسیاری کشورهای دیگه هم بتونن در واقع در این لیست قرار بگیرن، کشورهایی که به شکلی متحد بریتانیا هستن، و این باعث خواهد شد که بسیاری از کسانی که در واقع مسئله با این کشورها دارن چنین تقاضایی رو مطرح بکنن. اما در مقابل خب موافقان این مسئله معتقدن که اگر این اتفاق نیفته، اون وقت بسیاری کشورهای دیگه تلاش میکنن تا در واقع رفتارهای تروریستیشون رو در منطقه از طریق شکل دادن به گروههایی مثل سپاه پاسداران درون ساختار نظامیشون پیش ببرن و این خطرناکتر خواهد بود. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که اگر در واقع سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره، اون وقت شرایط مقابله با اون کاملا متفاوت خواهد بود. یعنی الان اگر برای مثال شما میبینی که به نهادهای امنیتی بریتانیا اعلام میکنن ما 10 طرف رو خونسا کردیم، خونسا کردن در واقع صرفاً به مسابقه این هستش که اون شبکه که درگیر هستش به شکلی افشا میشه و اون شبکه دیگه نمیتونه فعالیت کنه. اما وقتی که وارد در واقع لیست تروریستی بشه، تمامی نیروها، افراد، نهادها، کسب و کارهایی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با سپاه پاسداران در ارتباط باشن، متهم به حمایت مالی یا معنوی از تروریسم میشن. این یک جرم کیفری خواهد بود، با جرم کیفری مواجه خواهد شد و مسائل بسیار دیگه در واقع جدی براشون خواهد داشت. حتی مشتریان مثلا اون کسب و کارها هم دچار مشکل خواهند شد. جناب شمس، عذرخواهی میکنم، اینطور به نظر میرسه که در داخل سیستم و دولت بریتانیا، وزارت کشور به عنوان متولی امنیت در واقع بارها تاکید کرده نسبت به تبعات امنیتی فعالیت سپاه پاسداران در بریتانیا و ابراز نگرانی های مکرر کرده، اما وزارت خارجه به عنوان متولی نهاد دیپلماسی ممانعت میکنه از چنین اقدامی به دلیل بازنگه داشتن جریان های دیپلماسی و گفتگو با جمهوری اسلامی. در همین مورد اگر بیشتر برای ما بگیم. قطعاً همینطوره. ببینید، وزارت کشور چون مسئولیت امنیت داخلی رو بر عهده داره، کاملاً به صراحت مسئله تهدیدهای جمهوری اسلامی رو علیه شهروندان دو تابعیتی، علیه در واقع بخشی از جامعه مدنی ایران که در بریتانیا زندگی میکنن حس میکنه، و از طرف دیگه خطر مهم ارتباط نزدیکتر بین سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو با سازمان‌های جنایتکار داخل بریتانیا که هم اونها رو تقویت میکنه و هم سپاه رو نفوذش رو بیشتر میکنه. از اون طرف وزارت خارجه در واقع مسئولیت این رو داره که این طرح در واقع مذاکرات رو با ایران به یک نحوی پیش ببره و هر شکلی از در واقع رویارویی، اون هم در این شکل در واقع تروریستی خواندن سپاه رو که خب خیلی جدی هست، تبعات جدی هم برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، رو در واقع مانعی بر سر این راه میدونه. این به این برمیگرده که در واقع دو وزارتخانه هر کدوم یک مسئولیتی دارن و اون کسانی که بر صدر این مسئولیت هستن باید پاسخگو باشن در مقابل اون، و وزارت خارجه احساس میکنه که در واقع اگر که این اتفاق بیفته، اون وقت نخواهد توانست به شکلی سازش بکنه با جمهوری اسلامی و در واقع این شرایط سیاسی اون فردی که در صدر وزارت خارجه است رو به خطر میذاره. نکته دیگه که البته باید در نظر گرفت، همونطور که من بارها عرض کردم، اینه که بریتانیا احساس میکنه هزینه های مالی و امنیتی و سیاسی این که بخواد با در واقع سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده زیاد هست، چون مجموعه ای از نهادها و نیروها اون وقت باید دست اندرکار این باشن که ریشه‌کن کنن این سلول های تروریستی که سالهاست الان در سپاه در بریتانیا نفوذ کرده. و خب این نهایتا این اتفاق باید بیفته، ممکنه این اتفاق بعد از یک فاجعه رخ بده و ممکنه هم هستش که در واقع خرد ورزی به خرج بدن دولت بریتانیا و این اتفاق قبل از اینکه یک فاجعه بزرگی در بلاوز امنیتی در بریتانیا رخ بده صورت بگیره. متشکرم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل.